بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نثار روح منور و مطهر جمیع شهدا، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای این استان نمونه به پر افتخار و شهید پرور که مورد عنایت خاص الهی است، نثار روح امام رضوان الله تعالی علیه اون احیاگر مجدد اسلام در قرن حاضر برای سلامتی رهبر عزیز و بزرگوارمون این حکیم فرزانه گرانقدری که امروز سکاندار و هدایت کشتی اسلام را بر عهده دارد اجماعا صلوات من پیشاپیش از محضر علمای بزرگی که در جلسه حضور دارند آحاد روحانیت خانواده عزیز و معزز شهدا سروران عزیز دیگری که هستن خصوصا آیت الله جویباری و آیت الله قربانی این دو شمع فرزانه این استان که خداوند بر طول عمرشون بیفزاید عذرخواهی میکنم که در محضرشون و در حضورشون سخن میگم که به نوعی اسای ادب است. خیلی جلسه کم نظیری است. من کنگره‌های زیادی دیدم اما این کنگره یک بوی دیگری ازش استشمام می شود. انگار شهدا حضور دارند و بوی عطرشون استشمام می شود. اداره جلسه توسط یادگاران شهید فضای جلسه را عطرآگین کرد بیاد و حزن پرمعنویت شهید. این ابتکار خیلی ارزشمندی بود. گیلان یک بهشت داده الهی است. نعمت الهی در ایران اسلامی که قابلیت‌های خیلی زیادی دارد، استانی که نخبگان و برجستگان و علما و عرفا و مراجع بزرگی را در درون خودش پرورش داده و به عالم تشیع و عالم اسلام هدیه کرده، ایران کوچکی که همه ایران را در خودش جا میده و همه ایران به تماشای قامت گیلان می نشینند. گیلان افتخار ایران است. برگ زرینی و زنده ای و زیبایی از ایران اسلامی است. 8000 شهید انسان را متحیر می کند. 8000 نفر شهید، 20000 نفر مجروح، قریب 30000 نفر آزاده و مجروح و شهید در چنین استانی، این کم نظیر به نسبت جمعیت در تمام استانهای کشور. گیلان به تنهایی به اندازه چند استان کشور ادای حق کرده است. باید دست تک تک
مردم رو بوسید. من به نوبه خودم به عنوان یک ایرانی، یک خدمتگزار در این نظام پر افتخار اسلامی، دست همه دستندرکاران این کار بزرگ و مهم و پر افتخار و جاویدان را، کنگره ارزشمند شهدا را، از استاندار محترم فرمانده محترم سپاه، علمای عزیز و عظیم الشأن و دیگر عزیزانی مانند بنیاد شهید و جاهای مختلف دیگری که فراوان هستند ایفای نقش کردند، میبوسم و حقیقتا دست همه شما درد نکند. کار بسیار شایسته و بالنده ای و پر افتخاری در شأن شهیدانتون انجام دادید. من در این جلسه بزرگ همه بحثم حول اون دوره است، اون دوره ای که بیش از 20 سال از اون می گذرد و هنوز جامعه ما متأثر از آن است. گنجی که سالها و قرنهای متمادی ملت ما را ثروتمند خواهد کرد و بهرمند خواهد کرد از خودش. گنج جنگ، گنج بی همتایی که دورهای زی قیمتی در درون اون وجود داشت که باید کاوش شود، به جامعه معرفی شود. جا دارد در این روز بیاد این شهیدان این جمله مبارک امیرالمؤمنین را که در غربت یارانش، که البته اون غربت امروز در جامعه ما نیست، جای شهیدان ما همیشه پر است و مملو است از شهیدان زنده ای و آماده شهادتی، نمونش همین شهدای عزیز دفاع از حرم است. اما این جمله امیرالمؤمنین برای ترسیم مقام اونها شاید جامعه ترین کلام باشد که فرمود در یک غربتی با شاید چشمی از اشک، فرمود این قوم الذین دعوا الاسلام فقبلوا و قرأ القرآن فحکموا و هیجو علی الجهاد فبلهو و له لقال اولادها و سلب و سیوف اقمادها و اخذو به اطراف الارض زحفن زحفا و صفن صفا لا یبشرون بالاحیا و لا یعزون عن الموتا مر العیون من البکا خمس البتون من السیام زبر الشفا شفاء من الدعا صفر الالوان من السحر على وجوههم ترهقهم غبارت الخاشعه. جای اون انسانها با همه این یادگارهایی که امیرالمؤمنین و مصداق حقیقی اون همین شهدای ما بودند خالی است. من در این جلسه به سه نکته مهم میخوام اشاره کنم. نکته اول که ما از درک اون عاجز هستیم در بحث شهید، این باب معرفتی شهید و شهادت است. نکته دوم در باب هدف و اهداف شهدای ما در طول این مسیر از دیروز تا به امروز. و نکته سوم حالات و رفتار و سلوک اخلاقیات شهدامون. قدر مسلم در این جمع ما دو قشر حاضرند، یکی قشری که به شدت خائفه، یکی قشری که به شدت شائقه. او که خائفه، خائف از عاقبت خود است مثل من، و او که شائق است دنبال روی شوق شهیدان است و به شدت مثل بچه کبوترهایی به دنبال این است
که اون دانه‌های دانش و معرفت را از شهیدان بیاموزد و توشه راه خود کند. اون چی که ما دیدیم نه به عنوان فهم از اسلام بلکه به عنوان یک تجربه از شهیدانمون رؤیت کردیم، مشاهده کردیم، دیدیم، این نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند. قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند. نمیتواند کسی قبل از اینکه علم بیاموزد عالم شود. شرط عالم شدن علم آموزی است. شرط شهید شدن شهید بودن است. این جایگاه بزرگ و رفیعی که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند ما که نسبت به مقام اونها عاجزیم، همین بس که اونها عند ربهم یرزقونند. و در جای دیگه فرمودند شهید به دلیل اینکه از منیت خود و نفسانیت خود عبور میکند و خود را فدا میکند و خودی و منیتی باقی نمیماند، به دلیل این ذوب شدن شهید اون حجابهای ظلمانی و نورانی را پشت سر میگذارد و به جایگاه اندرب بهم یرزقون و به جایگاه ضیافت الله و لقاء الله نائل می شود. پایه اصلی که همه شهیدان ما طی کردند و به این جایگاه رسیدند و یکی از مقامات مهم رسیدن به جایگاه شهید است، پایگاه و مقام هجرت است. اونها همونطوری که دیدید شهید اتری از وابستگی، دلبستگی به این زهرای زیبای خودش دل کند و به سوی تکلیف حرکت کرد، اولین پایه رسیدن به مقام شهید و به مقام شهادت مسئله هجرت است. هجرت از خود، هجرت از مقامات خود، هجرت از مال خود، هجرت از مکان خود، هجرت از دلبستگی های خود، هجرت از زیبایی های خود. شهدا این هجرت را در همه ابعادش در حد کمال انجام دادند. اون پدر شهید که به اسم میشناسم، وقتی میخواست با دختر خودش خداحافظی بکنه دستش را به صورت دخترش مالید، روش را برگردون به طرف دیگرش، همسرش از این سوال کرد چرا نمیبینیدش؟ گفت میترسم او مرا بیگیرد و مرا زمین گیر کند. این هجرتی است که اگر در انسان صورت گرفت ولو اینکه به مقام شهادت نرسد، او از اجر عظمای الهی بنا به وعده خداوند در قرآن کریم بهرمند است. مرتبه دوم مرتبه جهاد است، جهاد در راه خدا فی سبیل الله، و مرتبه سوم استادگی و پایداری است تو این راه. برادران عزیز باقی مونده از جنگ، برادران عزیز مشتاق چنین فضایی، این شهدای حرم را دیدید و این شهدایی که اخیراً به شهادت میرسند، اینا از کل از کیا هستند؟
اینا ذکاوت دارن، اینها هوشمندن. هوشمندی و ذکاوت در این نیست که انسان چگونه مار را کسب کند، اینکه انسان خود را نگه دارد، اون ذرات اتصال را در وجود خودش حفظ بکند، مترصد فرصتی باشد مثل شهید اتری و مثل دیگر شهدای ارزشمند دیگری، در اولین فرصت خودش را بتونه اتصال بدهد و به فوز عظمای شهادت نائل شود. این ذکاوت است، این زرنگی است، این تیز هوشی است. استادگی در این راه، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا، این اساس است. اگر این پایداری وجود داشت، ولو اینکه انسان بماند، اما به عنوان یک شهید میماند. این یک پایگاه اساسی است، یک جایگاه مهمی است. ما در مسئله درک مقام شهدا نباید تردید کنیم که اونها مثل اولیاء ما دارای اعجازند. اینکه ما به قبور اونها توسل کنیم، از اونها استمداد به طلبیم، این یک حقیقت است. چون اونها مثل قطره ای که به دریا وصل شده اند. یه وقت انسان یک قطره است، باد او را میبرد، باد او را خشک میکند، پرنده او را بر میدارد. یه وقت این قطره به دریا اتصال پیدا میکند، خود دریا خواهد شد. یک آهن را شما در یک حالت طبیعی ببینید، آهن است. او را بر یک صخره هم بگذارید هیچ اثری ندارد. اما اگر این آهن را به یک مدار مغناطیسی اتصال دادید، خود این آهن بی اثر تبدیل می شود به یک مدار مغناطیسی و همه آهنهای دیگر را، مثل آهن ربا، همه این براده ها را به خود جذب می کند. شهید به این مدار مغناطیسی رسول الله و آل الله اتصال دارد. به این دلیل شهید صاحب اعجاز است. به این دلیل مردم با معرفت به قبور شهدا التجا می کنند و توسل می کنند. او چون ذوب در خدا شده است و چون ذوب در خدا شده است، اخلاص پیدا کرده و چون اخلاص پیدا کرده، او اتصال پیدا کرده. و اذا اتصلوا لا فرق بینهم و بین حبیبهم، اگر این اتصال به وجود آمد، فرقی بین اونها و حبیب اونها و معبود اونها نیست. چون این اتصال به وجود آمده، این از خود او نیست، این در اثر اون اتصال به وجود آمده. عبدی اتعنی اجعلکم مثلی، انا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون. یک قاعده الهی است. هر کس به امیر سی علی ابن ابی طالب، این مدار بر او اثر میگذارد، او کمیل ابن زیاد می شود، او ابوذر غفاری می شود، او سلمان پاک می شود. فلسفه شهید فلسفه این اتصال است. این قطره اتصال یافته به دریا، قطره دیگه دیده نمی شود، او همش دریاست، دریای الهی. او وصل به مدار مغناطیسی الهی و ائمه شده، دیگه او دیده نمی شود، چون اون مدار اتصال دارد. او جزئی از ائمه شده و جزئی از معصوم شده. مقام اینست. این که امیر المؤمنین با همه عظمتش، با همه زخمهای تنش، با لیلت المبیتش، با همه عظمتهای امیر المؤمنین از دوران کودکی تا دوران شهادت، در حادثه احد گریست برای شهادت،
و تا پیامبر وعده شهادت را به اون نداد آرام نگرفت، به وقتی شمشیر بر وقت فرق مبارک او فرود آمد این جمله را فرمود: فست و برب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم. این رستگاری دو وجه داره، یکی آسودگی از نامردمان، یکی رسیدن به اون جایگاه بزرگی که امیر المؤمنین در آتش اون به سر می برد. شهید، پدر مادر شهید هم همینطور. این جن، این جن مطهر در درون این وجود نسل به نسل منتقل شده، خداوند برای این روز اون را ودیعه قرار داده. در این روز از این دو جسم مبارک پدر و مادر شهید پا به عرصه گذاشته. او هم همین گونه است، او هم چنین اتصالی دارد، او هم دارای چنین حرمتی است و جایگاهی است و باید باشد در جامعه ما. قدر این پدران و مادران پیر را بدانید که دارن از پیش ما میروند. بدانید همه رحمت الهی بعضی وقتها از یک بهانه ای حاصل می شود، از یک پیرمرد نورانی عادی، از یک شخص عادی، از یک زن روستایی، از این بچه شهید، از این اشک چشم او در اون شبی که من و شما نمی بینیم. رحمت الهی، اینها منشأهای کرامت الهی هستند، رحمت الهی هستند. وقتی اینها از جامعه ما می روند باید احساس غصه کنیم، احساس غم کنیم. یکی از پایه های جذب برکت الهی می روند. نکته دوم، این 8000 شهید ساده نیست. 8000 نفر شهید در تاریخ سوال می کنند 8000 نفر شهید شدند، چرا شهید شدند؟ برای چی رفتند؟ ما که جمع شده ایم اینجا و ما که جمع نشده ایم اینجا و میشنویم و بعدن خواهیم شنید، این سوال را باید از خودمون بکنیم، به این سوال باید جواب بدیم، این سوال را باید از جمع خودمون، از وجدان خودمون، از فطرت خودمون بکنیم. اینها چرا رفتن؟ یک حادثه نبوده، یه بمباران اتمی مثل هیروشیما به وجود نیومده که 8000 نفر یک جا شهید شوند. نه، یک حادثه طولانی قریب بیش از 2000 روزه ای بوده است که رفتند و رفتند، دیدند اینجا وقتی شهید شد پدر پیر او تنها موند، مادر پیر او تنها موند، همسر جوان او تنها موند، اما متوقف نشدند، دیگران رفتند. این 8000 نفر در طول 8 سال اتفاق افتاده. اگر تقسیم کنیم هر سالی 1000 نفر جوان نخبه، بهترین های این مردم در اینجا شهید شدند. چرا؟ قربانی مهم است، اما مهمتر از قربانی اون چیزی است که انسان برای اون قربان می شود. عظمت اون چیزی که برایش قربانی می شود مهمتر از خود قربانی است. امام حسین عظیم است، اما اعظم از امام حسین اون چیزی است که امام حسین برای اون قربانی شد، و اون همون کلمه مبارک بود، فرمود: این کان دین محمد لم یستقم الا بقتلیف یا سیوف خزینی. وقتی فرزندانش هم شهید شدن فرمود: ربنا تقبل منا هذه القربان. این که زینب سلام الله علیه اجمعین اون صحنه های دردناک را دید، مثل شهادت امام حسین، اون اسلام مجسم، قرآن مجسم، دردانه پیغمبر به اون شیوه شهادت، به اون شیوه اسب تاختن،
بر جنازه بر جسد مبارکشون. بعد سوال کردن از او، فرمود و ما رأیت الا جمیلا. این چیه؟ اون چیزی است که اعظم از قربانی هست و امام حسین برای اون شهید شد و امیرالمؤمنین برای اون شهید شد و همه فرزندان زهرا و امام کاظم برای اون شهید شد و 8000 شهید ما برای اون شهید شدن. اون اسلام است، اون اسلام است که اعظم است بر همه چیز، اعظم است بر امام حسین. اونها برای این رفتن شهید شدن. امام رضوان الله تعالی علیه، رحمت الله علیه، که خداوند او را با انبیا و اولیا قرین رحمت کند، حق بزرگی به گردن همه ما و شما دارد. امام کاری کرد کارستان هیچ عالمی در تاریخ شیعه، هیچ مرجعی در تاریخ شیعه، نه دیروز و نه امروز قادر نبود کاری که امام انجام داد انجام دهد. امام در اوج ناباوری، حتی در زمان مخالفت بعضی از برجستگان عالم تشیع که نمیخوام اسم ببرم در اینجا، امام تأسیس حکومت اسلامی را در فکر پروران و در اولین فرصت به مورد اجرا گذاشت. اسلام امروز در جامعه ما این خیلی مهم است. این ممزوجیت دین و قومیت و ملیت، این هنر امام بود. امام برای بیمه کردن این کشور، امام برای بیمه کردن اسلام، اسلام از بیش از 1400 اندی از تاریخش، کمتر از 100 سال اون اسلام نابی که بوی پیامبر از اون استشمام می شده در اون رواج داشته، بیش از 13 قرن اسلام، اسلام امویان، اسلام عباسیان، اسلام عثمانیان، در تاریخ طولانی 300 سال، 500 سال، 700 سال بر جهان اسلام حاکم شد. همه این انحرافاتی که در عالم اسلام به وجود آمد در اثر اون حکومت‌های فاسد خودکامه‌ای بود که به نام اسلام حکومت کردند. امام آمد اسلام ناب را کاوش کرد، او را در چهارچوب قامت این ملت. این خیلی مسئله مهمی است. این از اون خبریت امام و از اون حکمت امام برمیاد. امام ملتی را شایسته این کار دید. این ملت، ملت ایران بود. این تنها برای نجات اسلام نبود، برای نجات ایران هم بود. 700 سال تاریخ ایران بدون تاریخه. 700 سال تاریخ این کشور تاریخ حاکمان غیر ایرانی است بر این کشور. دوره‌های گوناگون، لشکرکشی‌های گوناگون آمدند از جاهای گوناگون، سلجوقیان و سطوح مختلف دیگری از جاهای گوناگون بر این کشور حکومت کردند. امام با اسلام دو کار مهم را انجام داد، با ممزوجیت دین و قومیت و ملت در چهارچوب و در پارچه و در یک هیکلیه یک حکومت، دو کار مهم را انجام داد. یکی اول این ملت را و این ایران را بیمه کرد. مگر امکان داشت بدون اسلام، بدون انگیزه دین و اسلام، 8000 نفر جوان بروند توی از اینجا با فاصله بیش از 1000 کیلومتر بدونی که خانه اونها، مکان اونها، شهر اونها مورد هجوم یا تهدید واقع شده باشد، بروند در مرزهای شرمچه
در طلائیه، در کوههای کردستان سرشون را روی اونجا بذارند، اون سرها قطع شود و مردان و جوانان بیش از قریب 2 متر قد با قامتهای آراسته بعد با چند وجب به دامن مادرانشون برگردانده بشن. این بدون اسلام امکان پذیر بود؟ اگر امروز این کشور از پشتوانه مذهب و اسلام برخوردار نبود، در همه دوره ها و همه هجوم هایی که به این کشور صورت گرفت، این کشور تمام می شد، مثل دوره های گذشته می شد، برمیگشت به دوره های گذشته. دوم، امام برای احیاء مجدد اسلام این ملت را شایسته اون دید. لذا امروز دفاع از نظام اسلامی مساویس با دفاع از اسلام. چرا امام فرمود دفاع از نظام از اوجب واجبات است؟ هیچ واجبی به پای دفاع از نظام نمی رسد. او را از نماز واجب تر دانست. نماز اگر قضا شد، امکان مجدد اون وجود دارد، اما نظام اگر آسیب دید، نماز آسیب می‌بیند، دین آسیب می‌بیند. به این دلیل امام حفظ نظام را اوجب واجبات و واجب تر از نماز دانستند. این هدف، هدف بزرگی بود. با این هدف، این انگیزه و این شوق در مادرها و پدرها به وجود آمد. این مادر که تصویر مبارکش در اینجا نشون داده شد، با 4 فرزند شهیدش در جبهه‌های جنگ، پدر با فرزندانش، و فراوان داریم در شهرهای گوناگون، پدر شهید و 3 فرزندش با او شهید، پدر شهید و 3 فرزند شهید و داماد هم شهید. برای چی؟ برای اسلام بود. خیلی این مسئله مهم است، در بحث‌های داخلی خودمون هم مهم است. این نظامی که امروز این آرامش، ما یک خرمنی از آتش در اطرافمون وجود دارد. نگاه کنید، این عراق است، این افغانستان است، این پاکستان است که صاحب بمب اتمی است، این قفقاز است، این ترکیه است، این اطراف ماست، این کشور که اینقدر ثبات دارد، آرامش دارد، امنیت دارد. این ممزوجیت ما، نظام را با کجا مقایسه میکنیم؟ با کجا میخوایم مبادله کنیم؟ با ترکیه؟ جمهوری اسلامی با کدام نظام قابل مقایسه هست؟ با کدام نظام قابل تبدیله؟ این حجم زیبایی از آزادی، از رشد علمی، از امنیت و آرامش و سطوح گوناگون مختلف دیگری، این نظام هم دیروز ارزش این را داشت که 8000 نفر برای اون شهید شوند، هم امروز ارزش این را دارد که هزاران نفر دیگری در راه اون شهید بشوند. نظام اسلامی است. این که رهبر عزیز و بزرگوار در بالای این قله نظام این گونه مراقبت میکند از نظام و هر چیزی که بر این نظام خدشه وارد کند، سایشی به وجود بیاورد، از اسلامیت او بکاهد، از ملیت او بکاهد، از استقلال او بکاهد، از عزت او بکاهد، در مقابلش می ایستد. چه ارزشی دارد پاسپورت ما را کسی قبول دارد یا ندارد؟ مهم این مطلب، اما آیا مهمتر از عزت ماست؟ عزت ما امروز بر هر چیزی ارجحیت دارد. عزت این ملت، استقلال این ملت. استقلال در یک بعد نیست، استقلال یک بعد فقط جغرافیایی نیست که یک جایی از کشور اگر خدشه‌ای برش وارد شد، اونجا رگ گردن ما بیرون بزند. استقلال در همه ابعاد است.
استقلال در فرهنگ ماست، استقلال در مسئله دینی ماست، استقلال در موضوعات اقتصادی ماست، استقلال در موضوعات فرهنگی ماست. همه این سطوح استقلال شاملش می شود. استقلال یک بعد ندارد، فقط به تمامیت ارضی بر نمی گردد، به همه تمامیت ها بر می گردد. یک امر شاملی است. به این دلیل مقام معظم رهبری بر فرهنگ مراقبت می کند، بر موضوعات سیاسی مراقبت می کند، بعد موضوعات اقتصادی مراقبت می کند. استقلال این کشور در همه ابعاد کامل و جامع باقی بماند، اون وقت عزت حقیقی حاصل می شود. شهدای ما برای این شهید شدن، برای باقی موندن این استقلال در همه ابعاد، برای ارزش و عظمت این نظام. به این دلیل جمهوری اسلامی مصون مونده. 30 سال یک جنگ پیوسته ای وجود دارد در ابعاد گوناگون برای حمله به همه سطوح استقلال ما. اما این کشور و این ملت به دلیل رهبری حکیمانه، خردمندانه، شجاع، ملت با وفای ایران توانسته بر همه اینها غلبه بکنه، دشمن را به زانو در بیاره. به زانو در آوردن دشمن فقط در یک جنگ مثالش نیست، در تسلیم دشمن در مقابل اراده یک ملت این جامع ترین زانو زدنه. امروز دشمن شما یا مهمترین حامی همه دشمنان و اون شیطان بزرگ، امروز نگاهش به ما چیه؟ اصرارش چیه؟ این نکته دوم. نکته سوم که مهمه برای همه ما، مسئله سلوک و رفتار شهدای ماست، اخلاقیات حاکم بر شهدای ماست. چه امری باعث شد اینها اینقدر مندگار شوند؟ من عذرخواهی میکنم از علمامون اگر کلامی گفته میشود و احیانا به دلیل سواد ضعیف من جایی اساءه ادبی درش وجود دارد. اما امروز حسین خرازی، املاکی شما، تک تک شهدای شما، احمد کاظمی، همت باکری بیش از یک مرجع تقلید رهروی می شوند، نه در فقه، در سلوک متعدد. در سلوک متعدد من رفتم بندر عباس صحبت کنم، چند تا دختر آمدن پیش من گفتن فلانی، ما هر کدوم نامی بر خودمون گذاشتیم، ندیدن همت را، ندیدن باکری را، ندیدن خرازی را. گفتن نام این خانم باکری است، ما او را به نام باکری صدا میکنیم، او متبرک کرده خودش را به باکری. نام این خرازی، نام این کاظمی. بعد این دختر به من گفت من سر سفره می نشینم حس میکنم مهدی باکری سر سفره ما نشسته است. کجاش این چیزی وجود دارد؟ این اون اتصاله. یکی از برجستگی های جنگ ما این بود که قله های اون قله های مطهر و مرتفعی بود. اگر قله مرتفع بود دامنه زیبا می شود، دامنه سرسبز می شود، چشمه های جوشان از دامنه سرازیر می شود. این قله برجسته اثر جدی گذاشت. رسول معظم اسلام چند سال، کمتر از قریب 10 سال حکومت کرد رسمی، اما هزاران سال بر دلها جا دارد. این قله امام رضوان الله تعالی علیه 10 سال حکومت کرد، اما تأثیر امام
بر جامعه ما بیش از تأثیر تمام حکومت در بیش از 50 سال بوده است. یک شخص قله عذر میخوام وقت نیست، قله وقتی یک قله مرتفعی بود اثر میذارد. امروز تأثیر مقام معظم رهبری بر جامعه ما، بر مسئولیت جامعه ما، در حفظ تدین در جامعه ما، در معنویت جامعه ما بیش از تأثیر یک حکومت است. این تأثیر قله است. جنگ از ویژگیهاش این بود، یکی از چیزهایی که اطمینان خاطر می‌دهد به هر شهید داده ای، وجود فرماندهان شهید و اون قله‌های برجسته دفاع مقدس است. مهدی، من مثال نمونه می‌ذارم خدمت شما، مهدی عادی نبود. این فرمانده شما بود تو صحنه جنگ، وقتی شهید شد توی گودال بود، در نوک فرماندهی در جنگ ما امامت بود، نه هدایت. نبود برو، بلکه بیا. فرق است بین این کلمه، در کلمه بیا و برو. اونها در نوک بودند، فریادشون این بود بیا، نه اینکه برو. اون که میگوید بیا، اون امامت میکند. فرماندهان ما امامت میکردند بر صحنه جنگ، فرماندهان شهید ما. او تو گودال نشست، تو گودال در کنار جاده اماره، این صداش ضبط خطاب شهید احمد کاظمی که تا آخر، تا زمان شهادتش از این درد به خود میپیچید. صداش این بود و حرفش این بود: احمد بیا اینجا، اینجا من چیزی میبینم، اگر تو ببینی از اینجا نخواهی رفت. من توی برادر عزیزم سردار زاهدی، سردار عبداللهی هستند، تو جزیره مجنون جنوبی رفتم، توی سنگر کوچکی بود، شهید زین الدین بود، شهید باکری بود، شهید کاظمی بود. اون روز برادر مهدی شهید شده بود، حمید جا مونده بود. من هیچ حس نکردم، یه جوان رعنایی، هیچ حس نکردم، هیچ آثاری را از غم در چهره او ندیدم. وقتی میخواستن جنازه برادر او را بیارند، نگذاشت. گفت اگر دیگران را توانستید بیاورید، جنازه برادر من را بیاورید. این وقت فرمانده گردان تو دفتر خودش این جمله را نوشته بود: ای برادر عرب، که تو به دنبال من میگردی و من به دنبال تو، قسم به خدا اگر شهیدم کنی شفاعتت میکنم. من برای آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه خوندم، از خود بی خود شد. وقتی اون جوان به این مرد عارف مراجعه کرد، گفت من بعضی وقتها ما نماز میخوانیم، لباسمون خونی هست، حکم این چیه؟ او متأثر شد، گفت به خدا حاضرم همه نمازهام را بدم، این نمازی که تو به اون مشکوک هستی بگیرم. جنگ ما یه گنج بود که بیت الله الحرام
و طواف حجاج در مقابل اون کم است. عرفات بود. به این دلیل امام در پیام حجشون فرمودند ای نشستگان در مقابل خانه خدا، به ایستادگان در مقابل دشمنان خدا دعا کنید. ببین چقدر عظمت دارد. ای نشستگان در مقابل خانه خدا، به ایستادگان در مقابل دشمنان خدا دعا کنید. اینا بودن، این قله ها. این از اطمینان میدهد از راه جنگ و حق جنگ و حقیقت جنگ. آمد پیشم ابرکد، روی دوشش بود. یکی از مشخصه های مهم جنگ اخلاص در همه چیز بود. اخلاص در بیان، اخلاص در عمل، اخلاص در فکر، چسبیده به معصوم. آمد پیشم ابرکوتش روی دوشش بود و جوراب پاش نبود. من نگاه کردم به او، شاید منظوریم از نگاهم نداشتم. خندید، من این خنده در ذهنم باقی مونده. گفت میدونم چرا نگاه کردی، از این که ابرکوتم رو شونه‌هامه، به جوراب پام نیست. گفت من داشتم نماز میخوندم، با همین حال گفتن شما کارم دارید، آمدم جوراب ما پام کنم، ابرکوت ما تنم کنم. به خودم گفتم حسین، پسر غلام حسین، تو پیش خدا این طور رفتی، پیش فلانی این گونه میروی؟ برادران، خواهران، جامعه ای صالح می شود که افراد صالح بر اون حاکم شوند. افراد منزه جامعه را منظم می کنند. جامعه جنگ دلیل منزه بودنش این بود. و وقت این جوان نوجوان بود، با این شعر عشق می کرد و می گریست. اگر ز طور سینا گذر کردی ارنی، مگو و بگذر، کین تمنا نیرزد به جواب لنترانی. ارنی اگر بد جواب میده خودش، این اشاره به اون آیه قرآن است که موسی در کوه طور عرض کرد به خدا ارنی، خودتا به من نشان بده. جواب آمد لنترانی، هرگز مرا نخواهید دید. بعد میگه اگر ز طور سینا گذر کردی ارنی، بگو و مگذر، تو صدای دوست بشنو، چه ارنی چه لنترانی. ارنی بگوید اون کس که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه، چه جواب لنترانی. این بودن عارف به معنای حقیقی، عابد به معنای حقیقی. این خصیصه مهم جنگ بود. هیچ خصیصه دیگرشون این بود که در سطوح جنگ هیچ گونه احساسی، توقعی از پاداشی نداشتند. جنگ ما افتخارش این رتبه ای نبود، این پارچه های رودوش من نبود. اون وقت کلمه رایج کلمه سردار سرهنگ نبود، کلمه رایج کلمه برادر بود. کلمه برادر، برادر حسین، برادر احمد، برادر مهدی، کلمه رایج این بود. یه وقتی در پایان جنگ کسی فکر نمی کرد حقوق فرمانده سپاه 2500 تومان است، حقوق رزمنده عادی هم 2500 تومان است. این جنگ بود. این زیبایی ها جنگ ما را به اینجا رسوند. اون وقت در والفجر 8 شنیدم فرمانده ای از فرماندهانمون بچه اش کشته شده در اثر تصادف.
او را خواستم تو بهبوهه جنگ ولفجر هشت، او را خواستم، به او گفتم فلانی این جنگ طولانی است، فکر کردم به او نگویم پسر تو کشته شده است، گفتم این جنگ طولانی است، این عملیات، تو برو جانشین تو بماند. یک خنده ای کرد وقتی پیش آمد، پیش من آمد، خیلی شاداب بود، به رغم سختی های فراوان جنگ خندید، گفت میدانی چی میگی؟ به من میگی تو بهبوهه عملیات من بروم؟ گفتم آره. گفت به خاطر پسرم میگی؟ او امانت بود از پیش خدا و من تماس گرفتم، گفتم بچه را دفن کنید، رضایت بدی راننده را آزاد کنید. گذشت. من در روزی، روز پاسدار، یک سال قبل از شهادت او، در اجتماعی پاسدارا بودند، گفتم من بیام پاسدار نمونه را بنا به توصیه برادری انجام بدم. آمدم بالای سن، اونجا شروع کردم صحبت کردن در بحث پاسدار نمونه. او هم اون آخر جمعیت نشسته بود، یک چپیه سفید دور سرش بسته بود، دستش زیر چانه اش بود. این چهره توی چشمان من بیادگار جا مونده است. وقتی رسیدم به اسم او، پاسدار نمونه در جنگ خیلی کار خطایی بود، من خطای بزرگی کردم. وقتی رسیدم به اسم او گفتم فلانی، من دیدم، احساس کردم انگار زمین باز شده، او در زمین فرو می رود. اونقدر گریست، زیر بازوهاشا گرفتند آوردن به سمت من. وقتی این شیر را از دست من گرفت، با چشم پر از اشک تو چشم من نگاه کرد، گفت به من ظلم کردی. این فرهنگ ناجی است، این فرهنگ نجات دهنده است، این هر فرهنگ هست که بقا به یک ملت میدهد، این فرهنگ هست که این شهیدان را سربلند نگه میدارد. در سختی ها مطیع ترین بودند، در شدت ها که زمان نافرمانی هاست، اون شدت ها و سختی های عادی تعب بدن نیست، اون سختی و شدت جان دادن و سر دادنه. تو اوج سختی ها مطیع ترین بودن. این جنگ به این دلیل جنج است و باید ازش حراست کرد. به این دلیل برجسته ترین شخصیت این نظام، فقیه جامع و شرایط، ولی فقیه ما، این آثار جنگ را، این چپیه را دور گردن خودش در جلسات رسمی و غیر رسمی در مقابل رئیس‌های جمهورهای دنیا همیشه حائل جسم خودش هست. چرا؟ یک دلیل اون عظمت و احترام و قدسیت این فرهنگ است، ولی اون که یه پارچه است. چطور ما یک پارچه ای را متبرک میکنیم، از حرم ائمه معصومین به چشم خودمون میکشیم، همراه خودمون میبریم، تبرک میکنیم، او نگاهش به این پارچه یادگار جنگ اینه. دو، ضرورت جامعه ما، ضرورت جامعه ما و وجوب جامعه ما امروز و درد جامعه ما، درک این درد جبهه است. به این دلیل این کنگره ها مهمند، این یادواره ها مهمند. این نباید به یک روز و به یک جلسه ختم شود، این باید در همه مساجد و روستاها، الحمدلله امتداد دارد، باید امتداد داشته باشد. به این دلیل خدا به این خونها برکت داد. من معذورم از بیان بخشی از حرفها، من معذورم از بیان این که بگویم نتایج خون شهدای ما امروز در عالم اسلامی چه شده است. من خوف دارم از
سوء استفاده ها وگرنه تصاویر زیبایی وجود دارد که جا داشت برای التیام قلب مادرها و این زهراها این تصاویر به نمایش گذاشته بشود. خدایا به محمد و آل محمد، به عظمت این جمع و این قلبهای ارزشمند در این جمع قسمت بدهیم این انقلاب را و این نظام مقدس را تا تحویل اون به اون موعود حق به امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف حفظ بفرما. رهبر عزیز ما این حکیم احیاگر و حافظ انقلاب اسلام را برای ما حفظ کن، دوستانش را متحد و دشمنانش را متفرق کن، شهدای ما را در اعلی علیین قرار بده و به خانواده های معظمشون صبر و اجر عطا کن. ما در امروز افتخار داریم در این جلسه دو شهید گمنام عزیزمون را با هم تشییع کنیم، با صلوات از جنازه مطهر و ابدان مطهر اونها استقبال میکنیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام علیکم و رحمت.